نه تو همومم هم نبود. میخوام برم آشپزخونه‌ام نگاه کنم ولی بعید میدونم اینجا نیست. هده بکنم شکران هده. لحظه جون ببینم یه بار دیگه اونجا رو نگاه کردم. گشتم اما پیدا نکردم. من میرم پیش همسر آیندم که میخوایم تازه نامزد کنی. وا چه نامزدی؟ فکری کجا؟ اومدیم نشستیم تو خونمونا. از چی تعجب میکنی؟ شاخ داره بردیم اگه نگفته بودم. حالا که این فسقلی پیدا شد دیگه واس برم آیزه. یکم هم تو بالا سر بچهات باش خانو. دیوونه شدم بس که اینا رو دیدم. فکری چی میگی تو؟ شوخیت گرفته؟ نه کاملا جدی گفتم. انتقام آدم ها مثل سنگ میکنه شوکی. می‌خواستی انتقام بگیری؟ پس حالا چی میگفتی؟ حالا حرفتو عوض کردی؟ برای چی میخوای بذاری بری ها؟ جواب منو بده. منم مثل خودت رفتار کردم. وقتی دلت میخواد میای میمونی میمونی، وقتی هم عشقت کشید پا میشیراتو میکشی میری. منم همین کارو کردم باهات. ماهیو خوردم تیغشو گذاشتم واسه تو. این کارو باهات کردم شوکی تا بفهمی معنی پشت کردن به الیبول یعنی چی. دست قرمزم خیلی بهت میاد، بیشتر بپوش. بعدن حرف میزنیم، قطع میکنم. دارین میری؟ آره سرندی پیتی، به تو چه؟ برای این نپرسیدم. سری گلم، تا دیر نشده خودتو نجات بده بابا. نمیتونی از دست اینا عمرن خلاص بشی یا اینا این چسب یک دو سه میمونن. اگه بچسبن ول کردن تو کارشون نیست. رفتی مگه تو نرفته بودی؟ باید میرفتم؟ نه این چه حرفیه، بشین. خواهرم زنگ زده بود، با اون داشتم حرف میزدم. چی شد؟ نیست، خرس مرس تو خونه نیست. آخ چقدر بد شد. زینب جون، ما مینوشتو پیدا نکردیم. برات یه اسب و بازی جدید میخریم، نظر چیه؟ نه من مینوشو میخوام. اه بس دیگه سرم ترکید. خرس خرس، چه خرسی آخه؟ بگیر اینم خرس، بگیر. خیالت راحت شد؟ این مینوشه؟ آبجو شکران دست تو بود؟ چه بدونم تولای، دست جوجو بود، گرفتم گذاشتم تو کیفم. من چه میدونستم همین بود مینوش؟ همینه دیگه. آره والا. زینه مینوش همینه. سلام مینوش. سلام، از آشناییتون خوشحالم. داداش داری میاد. کوپاس، مبارزه ندارید که؟ بیا من میبرم ات. باشه، ولی هرچی در مورد داداش میتونی باید به هم بگی، فهمیدی؟ باشه بهت میگم. همینجا میشینی؟ آره بشین همینجا، حرف نباشه.
پلیس کسی زکون نخوره. شما باز داشتیشون کنیم بعد جابین همشونو بگیرید. همشونو بگیرید. کسی فرار نکنه. این چه چه خبره نامی؟ دستمن بزن. به همه دستمن بزنید. بیا اینجا ببینم. بیا اینجا. سریعتر، سریعتر. رابی افتید. بچا. مراقب باشید بچا. ناصر خاطر مبارزه غیر قانونی بازداشت میشی. نه بابا اشتباه گرفتین، من با اینا نیستم. نامیک تو یه چیزی بگو. نامیک. معطل کن. نه واقعا دارم میگم سرکن، من اشتباه گرفتین. من داشتی یا نه رابی افتید. نامیک، تو هم واقعا با اینا نیستم. سلام رسون. فرمانده، اینا رو از عملیاتی که به رینگ مشتنی داشتیم دست بکنیم. جدا جدا با بینشون بازداشتگاه. چشم رئیس. فرمانده، من یه چیزی میخوام بپرسم. الان دقیقا جرم من چیه؟ من از اونا نیستم. دادستان بهت میگه پسرم، نگران نباش. با بینشون زودتر. به چی نگاه میکنی؟ چی میگی تو؟ چی میگی؟ ولم کن. بشون به حسابت میرسم. رئیس ازش بپرسین که داداش بیشتارا میکنه. به خدمتت میرسم. بسه. زودتر اینا رو ببرین. این همون پسر است که جمیل بشگیر داده بود؟ بله خودشه فرمانده، همه جا سر و کلش پیدا میشه. اما این بار بعد جور گرفتار شده، نمیتونه قصر در بره. دست درد نکنه عمر، خیلی زحمت کشیدی. این چه حرفیه؟ همین که زینب پیدا شد کافیه. زینب جون، فردا صبح با خالت بیا مغازه، باشه؟ مینوشم با خودت بیار، خوب بشوریمش. خیلی خوب، صبح میبینم ات. میبینم ات. بی عزیزم. هلو، الماسا پیش منه. به مشتری زنگ بزنیم، فردا برای تحویلش اقدام میکنیم. بالاخره داریم از این محل خلاص میشیم. زود باش، زود باش گیلاس جون. زینب و اسمتو بردار بریم بخوابین. فکرت بلند شو. بیاین ببینم. خیلی دیر شده. جولای، بیا ما هم بریم دیگه. آره شما هم بریم بخوابین. از صبح تا حالا اسیر شدین. من که هنوز واسم کمه. به خدا بدتر از اینا حق من بود. نتونستم از یه بچه نگهداری کنم. این چه حرفیه جولای؟ الان که بچه صحیح و سالم پیشمونه. آره خدا رو شکر که سالمه. اول بگه کیا دزدیدنش و کجا بردنش. باید بگه اینا رو دیگه. میگم ببرمش پیش مشاوره کودک، شاید اون به حرف بیاد. پیش کی؟ روانشناس کودک، دکتر. آها، من که نمیدونم این مشاور پشاور چیه. به خدا من بچه‌هامو بدون اینکه یه بارم پیش مشاور ببرم بزرگ کردم. به خدا همشون هم واسه خودشون شیری شدن. روشم میشه بگه بزرگشون کردم. الانه که دیوونشم. جولای، ما بریم که این بنده خداها بگیرم بخوابم. بریم. باشه. ما دیگه بریم عزیزم. شبتون بخیر. شب بخیر جولای. شب بخیر. شب بخیر. هماهنگی مبارزه ها با تو بود، درسته؟ نه بابا احمد، همچین چیزی نیست. به خدا همشون دونه دونه اسم تو رو دادن. بر تو فلا نگو احمد. من کجا، محسنی کجا؟ همشون دارن دروغ میگن. قیافاشون رو نگاه، پک و پاره است. این همه آدم دروغ میگن، فقط تو راست میگی. آره ببین،
یه نفر هست بهش میگن داداش، همه اینا از گور اون بلند میشه، میخواست منو بکشه اما نتونست واسم پاپوش درست کرده، باید اونو پیدا کنی. بسه، خیلی دوست داری داستان سر هم کنی، بذارش واسه دادگاه. هی این دفعه افتادی تو دردسر. موقع افتادی تو دردسر؟ خواب منو ببینی بیافتم تو دردسر. جمیل رفته حالا این واسم شاخ شده. مرد که آیه گنده بک. تولای تولای گلم گلم باز کن درم عزیزم خوبی؟ تولای عزیزم تو چرا نخوابیدی هان؟ چه خوابی گلم؟ چرا گریه میکنی؟ صدا تو شنیدم از اتاق. بیا در رو باز کن بیا. چی شده؟ دیگه میخواستی چی بشه عزیزم؟ بیا بیا، من که دلم نمیاد اینجوری ببینمت. اعصابت خورد شده گلم، دیگه گذشت، چیزی نیستش که. میدونی چیه؟ من هیچ وقت این حماقتمو فراموش نمی کنم. فهمیدم به خاطر من ما هیچ وقت خانواده نمیشیم. این چه حرفیه گلم؟ تو رو خدا بس کن، مگه ما همینطوریش یه خانواده نیستیم؟ آخه مگه دو نفر خانواده توفان؟ خانواده ما که دو نفره نیست گلم، فیلیس هست، فسخلیا هستن، اون دوتا گنده بک هستن، چیز رحمت و حکمت، داداش فکری هست، بلای جونمون، لژیونر جدیدمونم زینبه، اندازه یه تیم فوتبالیم، دو نفر چیه آخه؟ گلم ببین، تو برای اونا خیلی با ارزشی، به گردن همشون حق داری، اونا خیلی دوستت دارن. اون اسمت اگه دو روز تو رو نبینه زمین و زمان رو به هم میدوزه. من که اونا خیلی دوست دارم، قربونش برم. نرزم به خاطر این ماجراهای بدی که پیش اومده تو موضوع اصلی رو فراموش کردی. کدوم موضوع؟ تو به تقویمم نگاه نمی کنی نه؟ اون همه اشاره ها همه دروغ بود انگار. آره دارم جدا میشم گلم، اون روز خوب بالاخره اومد. خدایا شکرت، خدایا شکرت، خدا رو شکر. بریم. بذار من جدا بشم بعد خیالمون راحت میشه، باور کن همه چی خیلی خوب پیش میره، نگران نباش. باشه ایشالله، ایشالله عزیزم. آبجی وسایلای منو گذاشتی تو کیفم؟ به این گندگی شدی دیگه، خودت بذار. گذاشتم گذاشتم، تو بیا بشین، بیا بشین ببینم این امتحان ریاضی چی شد؟ اصلا دربارش چیزی نمیگی، همه چیزت شده بسکتبال. جواب بده پسر، چی شد امتحانت؟ چیزه آبجی، منم میخواستم همینو بگم. اما اینقدر ماجرا پیش اومد که نتونستم. این حتما صفر گرفته خواهر. یه لحظه رحم هست، بگو عزیزم، بگو. شست شدم واقعا؟ راست میگی پسر، واقعا؟ این بالاترین نمره ایه که تو دوران تحصیلیت گرفت. زمان ما 5 سلطان نمره ها بود، الان 60 خوبه؟ عجیبه والا. خوبه خوبه، حتی برای فکرت زیادم هست. آفرین عزیزم، آفرین. یه چیزی بگم آبجی، چطور معلم بشم؟ ببین طوری درس دادم که این کله پوکم نمره خوب گرفته. درست حرف بزن، چه معلم خوبی میشی. زود باش برو بچه، صابونت رو بخور. بوی دماغی. آفرین بزن. گیلاس خواهر جون بخور دیگه. آبجی من امروز نرم مدرسه. چرا؟ مریض شدی؟ بیا اینجا ببینمت. بیا تب که نداری؟ جایی درد میکنه؟ نه به خاطر مریضی نمیگم، اما اگه میشه نرم مدرسه. بذار بمونه بمونه، برای منم هم صحبت خوبی میشه، باباتونم که پاشد رفت خدا میدونه کجا، من تو خونه حسنم سر میره. بذار بمونه. مگه میشه همچین چیزی؟ آبجی جون چرت و پرت نگو، غیبتت زیاده،
میرید مدرسه، دیرتون میشه، را بیافتید. بجون بچه ها، بجون. با من خدافزی نمی کنید؟ میبینمت مامان. میبینمت دخترم. موفق باشی فکرت جون. زینب جون سیر شدی عزیزم، بریم دیگه. باشه بریم. مامان تو امروز چی کار میکنی؟ نمیدونم، سر خودم گرم میکنم، یکم جمع و جور میکنم، غذا میپزم. چی بپزم؟ لوبیا پلو خوبه؟ رحمت خیلی دوست داشت، یا شایدم حکمت دوست داشت. آره حکمت. یه بار بپرس بچه کجا رفته، کدوم شهره. نمیپرسی، لوبیا پلو بپز. بیا خاله، بیا بیا اسمت. خودم هم لاف کم دارم تو اومدیم میگم بابا، برو دیگه بابا. ستون فقیر فقران خوشگید از سرما، یه بخاری اینجا بذار جوجو جان. همین روزا بهار میاد فکری، زبستونم میره، ببین کی دیگه میخواد از سرما شکایت کنه. خدایش با یه دیگه سلم نمیشه تو رو خورد سر صبحی، بهتره پاشم برم. کجا میری فکری؟ میرم پیش شیما خانم جون بسرم، هرچند نمیدونم من رو میده تو خونه یا نمایی. کلی باید ورور خورخور و زرزرشو بشنفم، ولی هرچی باشه از یخ زدن توی خراب شده بهتره. خیلی سلام برسون به شیما خانم فکری. فقط سلام امپراتور رو چند داشت جولو. برو دیگه بر نگردی. همه چی از توش در اومد الا گوشی. بله هارون. بله. آره گفتم که کار دارم، کار دارم. آره اومدم دیدن بچه هام. خیلی خب، بعدم باهات حرف میزنم، خداحافظ. بیاین بچه، بیاین بریم. گفتم کیفمو مرتب کنم دخترم، یکم تمیزش کنم. خب چیکار کنم؟ بریم بچه. عزیز دلم فدات بشم، یه بوس بفرست واسه آبجیت ببینم. آخ آبجیش قربونش بره. فلیس یه خبری برات دارم، امروز طوفان طلاق میگیره. واقعا میگی؟ انشالله خیر باشه. الله صبح بخیر زینب، چه خبر ها؟ من دارم میرم، دوستت دارم عزیزم. از دادگاه بیرون اومدی بهم خبر بدی ها؟ باشه باشه خبر میدم، شبم جشن میگیریم، تو هم آماده شو کم کم. دیوونه سا، رسمن داریم طلاقشو جشن میگیریم. میبینمتون. برو تو. بیا عزیزم. فلیس، شنیدی چی گفتم؟ جشن میخوام بگیرم، میخوام یه جشن بزرگ باشه. تو هم بچه ها رو بردار بیار، لباس بپوشیم بریم یه جایی مثلا. باشه خوبه. بعدش خب دیگه آخر شبم یه کاری میکنم که طولای بال در بیاره. وای باورم نمیشه، داری شوخی میکنی؟ والا میاد دیگه، بدون شما که نمیشه. بعدش هم این ماجرای زینب طولایو خیلی داغون کرد، روحیه اونم بهتر میشه نه؟ معلومه که میایی، مگه میشه نیایی؟ من به رحمت میگم بچه ها رو آماده کنه، منم کارم تموم شد. عالیه، خیلی خوب باشه، پس من رفتم، باید دارم جا رزرو کنم، کلی کار دارم. فقط ببین لباس مرتب بپوشید یا مجلسی باشه. باشه شیک و پیک میپوشیم. خب فعلا
خب داداش طوفان ما چی بپوشیم؟ اونو دیگه نمیدونم. ای بابا همینا کم داشتی. بیا بریم لباس برداریم. شما دوتا برین تو، من یه سر میرم پیش دوستان. باشه باش. خدافظ. گلاس بیا دیگه، الان زنگو میزنم. چیزه، من نمیام مدرسه فکرم. چرا؟ گلاس همین جوری دیگه. گلاس چرت و پرت نگو، آبجی بشنوه ما رو میکشه. گلاس کسی اذیتت کرده؟ یکی از همکلاسی ها برای سرت آورده؟ آره فقط بگو ببینم کیه. یالا بگو، زود باش. چیزه فکرت. آره حتما یکی از همکلاسی ها اذیتت کرده، مگه نه؟ باشه تو نگو، من خودم پیداش میکنم. بذار ببینه با گیلاس درگیر شدن یعنی چی. بریم تو مدرسه. صبح خیر. صبح خیر، خوش اومدی زینه. بیا بشین اینجا، بذار پالتازو در بیارم. چیزه میخواستم یه خواهشی بکنم، تا قبل از اینکه مشتری ها بیان میتونم اینو اتو کنم؟ چی هست؟ طولایی اینا شب یه جشن کوچیک دارن، لباسیه که میخوام اونجا بپوشم. خیلی خوب، البته. ممنون. وای چه اتویی، پودر یادم رفت. پودر لباسشویی تموم شده دیگه، زودی بخرم. باشه عجله نکن، بگو بنویسن تو دفترشون، من شب حساب میکنم. خاله جون من زود برمیگردم، برم پودر بخرم بیام. خیلی خوب. خیلی خوب زینه. سنگا اینجا؟ بذار ببینم. همین توه. سنگا این تو نیستن. سنگا نیستن زینب، اونا کجان؟ زینب سنگا کجان؟ سنگا کجان دخترم بگو؟ واسه چی به من دروغ گفتی؟ گفتی که سنگا این توان ولی نیستن. زینب سنگا کجان؟ زینب به بابات بگو سنگا کجان؟ به هم بگو دخترم، بگو سنگا کجان؟ زینب به بابات بگو سنگا کجان. باشه به هم بگو دخترم، بگو دخترم، مگه نگی نمیتونی مادرتو ببینی؟ به هم بگو اون سنگا کجان؟ کجا میتونن باشن؟ انگار افتادن. افتادن؟ کجا افتادن؟ تو خونه؟ آره بگو کجا باید باشه. خب تو خونه است دیگه. بگو دخترم این سنگا کجان؟ کجا را باید بگردم؟ چی شده؟ هیچی، یه نیم ساعت باید برم بیرون. زینبم برای همین ناراحت شده، تازه میخواستیم بازی کنیم. آها خاله جون، داداش عمر کار داره، برگشت با هم بازی میکنین خب؟ خیلی خوب. اونم بده من بشورمش، دیگه خیلی کثیف شده. عزیزم اینم که پاره پوره شده، من واسه بدوزمش بعد بشورمش خب؟ فلیز یه لحظه میایی. وضعیت زینب چطوره؟ والا همین جوریه، هیچی نمیخوره، حرف نمیزنه. در مورد اونایی که دوزیدنش چی گفت؟ هنوز چیزی نگفته، امروز به حرف میارمش. طفلکی تو این سن چه بلاهایی سرش اومده. فعلا من برم. باش. الو
دیوونم کرد اون بچه پر رو. سنگا جایی که گفت نیستن، یا به کسی دادتشون یا هم گمشون کرده، چه میدونم، خدا لعنتش کنه. دیر یا زود به حرفش میارم، اما نباید بترسونم. شما زنگ بزنید به مشتری بگید منتظر بمونه. فعلا. تو هم به خاطر من مدرسه دیر شد. من امروز نمیرم مدرسه مامان جون، از تو مراقبت میکنم. نه خیر، میری مدرسه، درست هم میخونی، مثل مامانت نمیشی، یاد میگیری که روی پای خودت وایسی، فهمیدی؟ ببین من خوبم، تو هم زود ماش آماده شو برو مدرسه، دیرت نشه. شیما خانم، شیما جون، چرا دره میبندی؟ قربونت برم، نمیخوای بالام زده در فرده؟ نامزد؟ شما منو ول کردین و رفتین، از کدوم نامزدی حرف میزنین آقا فکری؟ قربونت برم، حالا که اسممون رو هم دیگه مونده، انشالله تا سنگ قبرمونم بره، حالا بریم صحبت بکنیم. نمیتونین بیاین تو. چنو؟ وقتی داشتین با شکران میرفتی بیرون باید بهش فکر میکردی. شیما جون اونو میگی؟ آره بابا جون، من رفتم، ولی دلیل رفتنم رو بپر شیما جونم. میدونی چی کارش کردم؟ باش رفتم بیرون، کلی این ور اون ور بردم، تا بیدیم خوش گذروندیم، هر خواهشی که بگی سرش کردم. اما صبح که بلند شدم گفتم میخوام برم پیش شیما جونم، قیافش دیدنی بود، دهنش این اسب آبی وامونده. اگه مامان من اسب بازی توی که هر وقت خواستی بری هر وقتم خواستی بیای. نه خیر آقا جون، اینجوری نمیشه. تو چه مارمله؟ تو چرا دخالت میکنی شیما خانم؟ شما اشتباه برداشت کردی، بذار بیان تو واسه تو بسید. آقا فکری دیگه حرفی واسه گفتن نموند. شما قلب منو شکستی، دیگه بهتون اعتماد ندارم. نگیه نه شیما جون، من دل باخته تو هم، دیوونتم، بذار بیان تو با هم حرف بزنی. بچه در باز کن، کره باز. درست ترین کار رو انجام دادی مامان جون، خواهش میکنم گریه نکن. درست ترین کار رو انجام دادم، درست ترین رو انجام دادم. حالا روز ما رو ببین، از خونه شیما هم رونده شدم. وای خدا، شکرانم که سر کار گذاشتم، حالا چی کار کنم؟ اوف، به خدا یه سور زدی به اسب فکری. فکرت، ما میخواییم بازی کنیم، تو زنگ تفری میای؟ به گیلا سر بزنم بعدش میام. باشه، ما تو حیاتی. اون دفتر رو بده، میگم بده. جواب بده دیگه. وای، اینقدر چی کار میکنی؟ گیلاس، اینجا چه خبره؟ کی گیلاس انداخت؟ بگین دیگه، با شما هم کی انداخت؟ من این کاری کردم، مشکلی هست؟ آره کار من، مشکلی هست؟ هیچ کس نمیتونه آبجی من هول بده، فهمیدی؟ حالا اگه هولش بدم چی میشه؟ بگو بگو ببینم، حرف بزن. بد میشه. دختر جون با گیلاس کاری نداشته باش، فهمیدی؟ نه نفهمیدم چی میشه. خب باشه، برو بشین سر جا دختر جون. آی ای وای، چقدر دعوا میکنین، بلند شو فکرت. آیشه را بیفت، میریم پیش مدیر. بیا تو. بیایم ببینم. خب استاد، معذرت میخوام، کاری نکردم البته. میدونم میدونم، صبر کن دخترم. مدرسه شروع نشده، تو برای چی داستان درست میکنی ها؟ هنوز یه هفته هم نشده اومده این مدرسه، روزی نبوده دعوا نکرده باشی. ببین دخترم، از چند تا مدرسه اخراج شدی، دیگه اینجا بچه خوبی باش. اگه از اینجا هم اخراج بشی دیگه نمیتونی درس بخونی، حالا فهمیدی؟ باشه، حالا میتونید بریم.
استاد آبجی منو صدا نمی کنی؟ میخوای آبجی تو هم بیارم دفتر؟ مثل اینکه تو هم عادت کردی ها؟ نه لازم نیست. زود باشید برید دیگه. چرا نمیگی یه دختر بهت گیر داده بود؟ نمیدونم یه هایی بهم گیر داد دیگه. را بیافت دیگه. فکرت عجب کتکی خوردی ها. چون دختر بود نزدمش. آره جین خودت. فکرت تو اونا رو بیخیال شو، دختر همه رو میزنه. آبجی جون نمیفهمی، هیچ کس نمیتونه منو بزنه، واسه اینکه دختر بود نزدمش. ای بابا دیگه هم منو واسه دعوای دخترانه صدا نکن. ای بابا زینب جون یکم حرف بزنیم. میتونی با من درباره همه چی حرف بزنی؟ همه چی؟ بگو دیگه کی تو رو برده بود؟ ها؟ دیروز کی تو رو برداشت و برد عزیزم؟ قیافش رو نشناختی؟ از دوستای مامانت بود؟ خاله جون بگو کیان تا آدم بعدا دستگیر بشن؟ لازم نیست از هیچ چی بترسی، خب؟ از هیچ کس، از هیچ کس نترس، من پیشتم. باشه؟ همیشه. بله تولای فیلیس، خبرها رو شنیدی؟ چیو؟ دیشب باریشو دستگیر کردن. چی؟ واسه چی؟ نمیدونم، انگار پول میداده بقیه با هم بزن بزن کنن یه همچین چیزی. پلیس هم ریخته همشون رو دستگیر کرده. مگه همچین چیزی میشه؟ به خدا منم خوب نفهمیدم. تو کافه به طوفان خبر دادن، قراره دادگاه تشکیل بدن واسش. وای همچین چیزی امکان نداره. باریش به مبارزه چی کار دراخی؟ من الان باید قطع کنم. چی شده فیلیس؟ باریش دستگیر شده. جدی چطور شده؟ نفهمیدم که، گفتن تو مبارزه غیر قانونی بوده. من میتونم یه سر برم کلان تری و زود بیام؟ هر موقع دیگه بود میگفتم برو، اما الان اینجا انقدر کار هست که نگو. اوتو داریم، کلی کار ریخته سرمون. حق با شماست، کارم که تموم شد یه سر میرم. خب راستش دلم میخواد بگم خیلی ازش تعجب کردم، ولی از اون آدم اصلا بعید نبود. قبلنم بهت گفته بودم. نه باریش همچین کاری نمی کنه. انشالله که همین طوره. جوون مردم تو این سن و سال تو زندان نپوسه. آقای قاضی هر کاری نادم میگفت ما همون کار انجام میدادیم. مبارزه رو اون برنامه ریزی میکرد، ما هم حریفا رو پیدا میکردیم، یعنی از خودشون دستور میگرفتیم. ساواش آکتان بفرمید. شما به ما بگید ببینم از اقرارتون مطمئن هستین؟ جناب قاضی من اونجا بودم قبول، اما من به مبارزه و اینجور چیزا ربطی ندارم. نامی که با هم تماس گرفت که برم اونجا، مبارزه ها رو خودش هماهنگ میکنه، همه کار خودشه، میخواد بندازه گردن من. در مورد این ادعا چی داری بگی؟ مبارزه ها رو شما هماهنگ می‌کردید؟ اصلا قبول نمی‌کنم جناب قاضی، من هیچ کارم، فقط دستور می‌گیرم. معلومه که هیچ کاری، وگرنه اون داداشت. ساکت. معذرت می‌خوام. ببخشید. بدون اجازه گرفتن نمی‌تونین حرف بزنید. حکم دادگاه. جناب قاضی، من وکیل ساواش آکتان هستم. اطلاعاتی به دستمون رسیده که ممکنه مسیر پرونده را تغییر بده. سرداسه این مبارزه ها نامیک گلتکینه. برای اثبات این فیلمی دستمون هست که با موبایل گرفته شد. اوه.
موفق باشی نامید جون. خیلی ممنونم آقا نجدت، اما از کجا با خبر شدید ها؟ باباتون آقا ثروت منو فرستادن، خدا رو شکر به موقع رسیدم. بابام خب اون از کجا فهمید؟ من چیزی نمیدونم، فقط بهم گفتن بیام اینجا و کمکتون کنم. باشه فهمیدم، خیلی ممنون، خیلی ممنونم. روز خوش. خسته نباشید. بله طوفان. سلام. بالاخره تونستی جواب بدی؟ یعنی اومدی بیرون. خوبی؟ خوبم آره، اومدم بیرون، نگرانم. خدا رو شکر، خوشحال شدم. منم میخواستم بیام اما دادگاه داشتم. جدا شدم داداش. میگن مهرم حلال جونم آزاد، حکایت منه. حالا اینا رو بیخیال بگو ببینم چی شده بود ها؟ والا نمیدونم طوفان. یکی از که داره بهم گیر میده، منم نمیدونم کیه. دارم دیوونه میشم به خدا، حالا ببینم چی میشه. ببینم تو کجایی؟ تو محله ای؟ بیا مامان جون یکم از این بخور، چای بابونه برات خوبه. ممنون. اینقدر خودتو به خاطر اون آدم ناراحت نکن، خدا یه جوری میشم. خب دخترم چی کار کنم؟ به این راحتی ها که تمام نمیشه، فراموش نمیشه، دل دل دیگه. آره آخه آدم قحطی بود، اونم آقا فکری. دوستش داشتم، دوستش داشتم. میگی چی کارش کنم؟ من آدم نیستم، نمیتونم کسی رو دوست داشته باشم. تو رو خدا بیخیال شما مان، آخه آدم از فکر خوشش میاد؟ یه آدم خالی بنده به درد نخور، سقف آسمون که پاره نشده بیفته. این چه مدل حرف زدنه؟ بی تربیت شدی یا؟ ممنون، حالا دیگه من بی تربیت شدم؟ به نظر من عشق چشماتو کور کرده، به خاطر اینکه اینقدر ضعیفی خجالت میکشم. اما این سوز و گدازو که میبینم احساس میکنم یه رابطه دیگه با هم داشته. بی تربیت، بی تربیت، این چه جور حرف زدنه؟ بس دیگه، کلفتتونم مگه من؟ بسه، بعدشم درو اینجوری میکوبن نه اونجوری. هولیا میدونی ساواش کجاست؟ قرار بود با هم بریم سر یه جراحی اما خبری ازش نیست، ازش نمره کم کردم. راستش استاد ساواش یکم مریض بود، به خاطر همین نیومده. خب چرا اون خبر نداده؟ به من گفته بود، قرار بود بگم، تقصیر منه، من باید میگفتم. لطفا حذفش نکنید، خواهش میکنم استاد. دانشجو اونه، اون باید خبر بده. این بار کاری نمیکنم اما اگه تکرار بشه باهاش کار دارم. لطفا اینو حتما بهش بگو. چشم استاد. بله هوریا. ساواش کجایی تو؟ الان یکم کار دارم، بعدم به زنگ میزنم. باشه؟ صبر کن، داشتم با استاد حرف میزدم، گفت امروز جراحی داشتی، نمیدونستم چه دروغی بگی. آره آره میتونم، خودم حلش میکنم، گفتم که کار دارم، بعدم به زنگ میزنم. باشه؟ میبینمت فعلا. بفرمایید. ممنون. خوش اومدی. خسته نباشین. وایسا باریش؟ خودم بهت زنگ میزنم. خوبی؟ خوبم، چیزی نیست، یه دقیقه بیه بیرون با تر. باشه الان. باریش یه خبرایی ازت شنیدم، خیر باشه؟ مشکلی نیست، حل شد، تا نگران نباش. خیر. من الان میام. باریش این ماجرای دعوا چی بوده؟ چرا پلیس دستگیرت کرده؟ الان کل ماجرا رو برات تعریف میکنم، حرفامو قطع نمیکنی دیگه. باشه حرفامو قطع نکن. باشه. من توی سازمان مشزنی کار پزشکی میکردم. خیلی خوب. چی؟ گوش کن، پلیس به اونجا هم بکرد. اگه گفتی کی خبر داده ها؟ حدس بزن، حدس بزن. داداش. ای وای بازم شروع شد. اون آدم خیلی خطرناکه، بهت گفته باشه. چی میخواد از تو؟ نمیدونم، فقط میدونم که شما هم حسابی تو خطرید. دیدی رحمتم نزدیک بود بفرستم بیمارستان که. این موضوع به رحمت چه ربطی داره؟ اونجوری به رحمت ربطی نداره، یعنی اونطور که فکر میکنی نیست، ولی خب یه لحظه صبر کن.
رحمتم قاطی کردی. آره اون مبارزه میکنه. نه ماجرا یکم فرق میکنه. ماجرا میدونی به خاطر همین سر و صورت این بچه همش داغونه. فلیز آخه تو چرا همش سر خانواده ما بلا میاری؟ فلیز آروم باش، دارم به توضیح میدم. نمیخوام چیزی بگی، فقط برو. شوخیت گرفته، گوش کن ببین چی دارم بهت میگم. آروم باش. برو بابا، برو دیگه. وقتی آروم شدی دوباره برمیگردم. فلیز با تو دارم. گفتم برو. خدایا ای بابا، تو چرا اینجوری هستی؟ ببخشید. خدای من، عجب گیر کردم. هنوزم که هنوز آروم نشدم. یعنی چی آخه؟ ما هم با بزرگترامون اینجوری رفتار میکردیم؟ یه جوری وسط صورتمونو با دم پایین نشونه میرفتن که منم از این به بعد همینجوری میشم. آره از این به بعد منم زندگیمو میکنم. بس دیگه. آره خانم چی کار داری میکنی؟ اینا رو بگیر دیگه. چی رو؟ میلا رو نمیبینی؟ بگیرشون. نمیشه، همش میکروبیه، روی حال دیگه ای نیست. چی کار باید بکنم؟ تو یواش چی کار میکنی؟ آخه نمیتونم دست بزنم. خیلی کثیفه. چی کار میکنی؟ اونایی که کرایشون رو ندادن دست به دست بدن بیا. چی؟ دست به دست؟ این کار اصلا بهداشتی نیست. اصلا دستتو دراز کن، اینو بده به راننده. نمیتونم. بگیر دیگه، پول منم واسه ایستگاه دومه. برای منم حساب کن. منم ایستگاه آخر پیاده میشم. بفرمایید. برید بابا. من همینجا پیاده میشم. اینجا پیاده میشم. داری چی کار؟ همینجا نگهدار. لطفا نگهدار بشم. وای افتاد زمین. چی کار میکنی؟ چرا اینجوری میکنه؟ همینجا خوبه. اینجا کجاست؟ خیلی هم خوبه، بهتر از اون اتوبوسه. آخه تموم شد. تمام شد. آبجی تو لای خدافظ. بچه همه بهترین لباساتون رو تنتون کنین. باشه؟ زود باشین، گند نزنین. داداش نزدیک بود سورپرایز رو به آبجی تو لای لو بدم. چی بگم آخه؟ داداش طوفان حتما میکشتمون، مطمئنم. اون همه زحمت کشیده که غافل گیرش کنه. آره خدایی. بابا عجب بچه هایی هستین، یکم رازدار باشین، اینقدر همه چی رو لو ندین. باشه؟ به مامانم میگیم، آخه اون عاشق اینجور چیزاست. مامان؟ مامان؟ داداش پیداش کردی؟ از همش بگو. مامانم کجاست؟ همه چیز از صبح مونده رو میز. بازم گذاشته رفته، ازمون خسته شده به همین خاطر. نه بابا نه، حتما رفته سوپرمارکت، میخواست غذا بپزه. آره میخواد غذا بپزه. دختر تو عقلت کمه؟ چرا نمیفهمی؟ بازم گذاشته رفته، نمیبینی کله پوک؟ ای پسر با گیلاس درست حرف بزن. اونم مثل خنگا باور نکنه که مامان برگشته پیشمون. چته تو؟ همینجوری واسه خودت پرت و پلا میگی؟ برو تو اتاق تا نزدم لیت کنم. چیه؟ چون راست میگم برم تو اتاقم؟ برو ببینم بابا. کاراشو ببینه، ولش کن اینا. حالا ناراحت نشو، ولش کن. حتی اقل انقدر زود ترکمون نمی کرد. بازم میادش خب؟ بیا اینجا رو تمیز کنیم، بعدش حاضر میشیم میریم. باشه اسمت، برو کنار ببینم. کارم که نمی کنی، برو اون بر.